میآید نام معشوقه‌هایم شریف نسا، پاتی خالدار یا بودن اینا؟ آقا جای من دلی خان که کلانتر محله بودن باغشونو سرما زده آجان به باغ پاتی خالدار چی کار داری؟ تو از کجا میدونی که باغش سرما زده؟ به مسائل خصوصی مردم کار نداشته باش جانم. این معشوقه‌های من این معشوقه‌های من همشان به ویژه پاتی خالدار مترجم های بسیار زبردستی بودن و اتفاقا توانستن تمام آثار من را به زبان خالص زنکی به چه زبانی ترجمه کردن؟ به زبان خالص زنک بازی توانستن تمام آثار من را ترجمه کنن. من از آنجایی که در جوانی قریحه بسیار روان و نکوه و سرشاری داشتم شعرهای بسیار زیادی سرودم و اتفاقا تمام شعرهای من را آهنگسازها ترانه کردن. اما برایتان بگویم از آنجا که من در جوانی به شکارهای بسیار بسیار بزرگ نیز می‌رفتم و تا آنجا که عقلم اجازه می‌دهد چندین شیر، فیل، اسب آبی، اسب خشکی، گنجش و سایر شکار نمودم، اما در یکی از این شکارها از بخت بعد این سرنگ بنده به شاخ عظیم آفریقا گیر کرد. نه معذرت میخوام، شاخ عظیم یک ماموت عظیم الجثه. و از آن به بعد من متاسفانه لنگ شدم. طبیعی است که این ترانه های من همه زرواهنگ لنگ به خود گرفتن. حالا این شما و این ترانه لنگ سبزه و بونه چب و گل دسته به مونه چب و سبزه و بونه چب و گل دسته مونه چب و سبزه لر نبات سیب زنه دونه چب و چه دسته میده نقا؟ سبزه لر لبات سیب زنه دونه چب و دست آی بیا از در درا گنده توگی روم سبزه یا آی بیا از در درا گنده توگی روم سبزه یا آی به دست مالکتون گنده توگی روم سبزه یا آی بیا از در درا طاقت ندا روم ما دیگر آی به دست مالکتون گنده توگی روم سبزه یا سبزه گل بونه چوم گل نسته بونه چوم اند. من این شعرهایی که گفتم برایتان سرودم تقریبا به وزن 31 کیلو میرسد و علاوه بر این لازم است که برایتان بگویم که به علاوه من در جوانی چندین تئاتر بزرگ نیز بازی نمودم که تقریبا تو تمامشان تقریبا نقش اول را داشتم. در زندگی همیشه یک نیروی مافوق طبیعی نگهدار و نگهبان من. اون به من نان میرسان، عقل میرسان، قدرت میداد، عوض میداد، عرق میداد. نه معذرت میخوام، همون عوض میداد. و به خاطر همین توکل دائم بود که من توانستم به این مقام شامخی که الان در خدمت را ایستادم برسم. سبزه گل بونه چوم گل دسته به بونه چوم سبزه این از سوابق بسیار درخشان و تاریخی و باحال بنده اونم که مال اون تو حالا از سوابقت بنال ببینی راحت نمیزنی از چی؟ سوابق آیون متاسفانه در سوابق من چیز درخشانی وجود نداره. من در دامن پدری متولد شدم که یک عمر غذای گرم نخورد و با شکم سیر سر به زمین نگذاشت. من یک گداسادم نیستم، یک گداسادم همیشه دنبال پدرم راه میافتادم. کمک کنید، رحم کنید، غذا نخوردیم بیچاری. اما هیچ کسی رحم نمی کرد، هیچ کسی کمک نمی کرد. بیچارگی سر جاش بود و گرسنگی کلاش می کرد.
تا اینکه من بعدها به دنبال علتهای اساسی این مسائل رفتم و فهمیدم که گرسنه‌ها نباید بنالن. اگر پول ندارم در عوض مشت که دارم، بله مشت، و مشت راه رو برای من هموار کرد. اما من هنوزم که هنوز گرسنه‌ام، بیچاره‌ام. من نابغه نیستم دوستان، گوش زیادی هم ندارم، اما درد همه رو میفهمم، چرا که از روز اول زجر کشیدم، گرسنگی کشیدم، بیچارگی کشیدم، شکنجه شدم، فحش شنیدم. ولی متاسفانه با این گذشته دردناک شما یک ذره حاضر نیستین وضع منو در نظر بگیرین، مثل دیگرون با من رفتار میکنین، عذیت هم میکنی، ناراحت هم میکنی. چه شد؟ نفهمیدم. گریه میکنم؟ قهر کرده. آخر باشه یه چه؟ لابد تو عذیتش کردی. برعکس تو عذیتش نمودی. تو اگر زندگی پدرت تعریف نمی کردی، اون یاد گدایی باباش نمی آفد. این چه حرفی هست می زنی؟ به خاطر گدایی بابای آن، من که نمی توانم از بزرگی و بزرگواری بابای خودم صرف نظر کنم. بالاخره تو گناهکاری. برعکس تو، یادت آن وقتا به ریشش می خندیدی؟ خب، تو هم می خندیدی. من که اینه تو نمی خندیدم. پس چجوری می خندیدی؟ من خیلی خوب، خیلی قشنگ، خیلی خیلی عالی به ریش این بابا خندیدم. اتفاقا خیلی بد، خیلی زشت، خیلی افتضاح می خندیدی. داری در را می اندازی ها؟ خوب بس کن، حالا ببینیم چه چهری. ببینیم. هی، ببینم، یاد بابایت افتادی؟ گرسنته؟ شاید حوصله‌ات سر رفته است. حوصله‌ات شده؟ حالا هرچی هست تمامش کن بابا جان. دست بردار. حالا دیگه بچه که نیستی. مام دلمون میسوزه. ببینم. نکنه این مرد که به چیزی گفت. خیال میکنم این خفیوس با دست بردار. خیلی خوب بابا، خیلی خوب. دست بردار. بابا جان حالا هرچی بود دست تمام شد. برم کنید، برم کنید. چی شد آخه؟ بذاریم مادر به خودم بسوزم. کدوم درد؟ راست میگوید دیگر دردی وجود ندارد. دوره برای تو خوب نگاه کن. کجا هستیم؟ تالار، قدرت، مردم، کف میزنم، هورا میکشن، منتظر ما هستن. گوش میکنی؟ تو خوابم نمیدیدی یا؟ نمیخوام. ببینم آشه خاطر چیزی گریه میکنی؟ این رو حسن من اول به من میگفتی. آره بابا جان، آن را بلش کن، هرچی دلت میخواهد به من بگو، به من بگو. دانشونی چی؟ دانشونی باز که شروع کرد. خب چرا به هش حق گفتی؟ من نه تو. تو گفتی نه من. ای دست بردار بابا جان. یه محال چیه؟ راست میگوید، محال اصلا وجود خارجی ندارد. آزم دلتون به حال من نمیسوزه، آزم نیستین یک سر وضع من رو در نظر بگیرم. نه، کی همچو حرفی زد؟ ببین، آلا خیلی دل من خوب به حالت میسوزه، دوستت داریم. اگر میسوزه، چرا قبول نگردین؟ آخه جانشینی هم چیز مهمیه. نه، اصلا مهم نیست. خواست میگوید جلو گربه به نازی قهر میکنه. چرا قبول نمی کنی؟ آخه، آنی، تو؟ برنشو. خواهش میکنم. خیلی خوب. بس قبول کردی. خیلی متشکرم. نگاه.